با درود بیکران به دوستان و عزیزان هر جای دنیا که هستید، بار دیگر با شما هستند. من آبیهای رحیمی از دانشکده پاسیهود میزبان دکتر دانا حقوقدان بین المللی هستم و باب سخن امروز درباره هممیهنان مسیحی ما هست که از اروپا برای پوریم تشریف آورده بودند به اسرائیل و چندین نشست با آنها داشتیم. دکتر دانا، خوشحالم که امروز با ما هستید. سپاس از شما جناب راب رحیمی و درودهای فراوان به بینندگان و شنوندگان این پاگاه فرهنگی جنبش پارسیهود، اندیشکده پارسیهود، و امید به این که دست در دست شما هممیهنانمون در هر کجای جهان هستید با پشتیبانی شما، با پشتوانه فکری و حضور شما بتوانیم این اندیشکده رو اونجوری که سزاوارش هست و فراخورش هست از تلاشهاش پشتیبانی بکنیم و بتونیم دست در دست همکاری که شایسته این اندیشکده است انجام بدیم. به هر حال من در خدمتتون هستم با کمال میل. خیلی خوشحالم با شما هست. به هر حال یهودیان عید پرسرور پوریم را جشن میگیرند که اون پیوند دو ملت پارس یهود است از 2500 سال پیش تا به الان، یعنی بچه های استر. آنچه که مطرح میشه اینه که دوستان هممیهنان مسیحیمون که تشریف آوردن به اسرائیل، به یعنی چگونه بوده نشست هایی که با آنان داشتید و چه برنامه هایی رو جامعه یهود ایرانی در نظر گرفته بودن برای پیشواز و استقبال از این هممیهنان؟ بله، گروهی 12 تنی از خانواده هممیهنان ارجمندمون که در کلیساهای گوناگون اروپا خداوند را خدمت میکنن اومدن برای یک دیدار زیارتی به اسرائیل و در روزهای پورین، جشن بزرگ پورین، که به ملت اسرائیل و به جامعه یهود دنیا بگن چقدر ما شما رو دوست داریم و چقدر شیفته شما هستیم و به چه دلایل علمی روحانی ما احساس وابستگی به شما میکنیم و چگونه خداوند در زندگی خصوصی فرهنگی اجتماعی ما دخالت کرده، ما رو ساخته که از دشمنی بیچون و چرای اسرائیل تبدیل بشیم به دوستان بیچون و چرای اسرائیل. و این به باور من یک زمین لرزه است از چارچوب فرهنگی در ایران زمین، در میان شما رو بزرگی از ایرانیانی که بینش خداشناسی خودشون رو از یک کیش بیگانه در ایران زمین که 14 سده مایه بدنامی شهروند ایرانی شده بریدن و خداوند بخشنده مهربان رو در ترسیم و تصور در یک چارچوب دیگری پیدا کردن که شیفته این بینش تازه هستن و در این بینش تازه باور دارن که یهودیت و سیون اسرائیل تاج سر ملت‌های جهان هست و به عنوان یک زیارتگاه اومدن به ملت اسرائیل و به این سرزمین و به این خاک که به راستی فرهنگ مسیحیت از اینجا زاده شده و پرورش پیدا کرده و جهان رو در اختیار خودش گرفته و امروز 2,500,000,000 نفر از مردمان جهان این پدیده تازه رو میپذیرن، بگن که ما شما مردم رو دوست داریم، ما به فرهنگ و بینش شما احترام داریم. و جشن بزرگ پوریم یکی از ابزار فرهنگی ارتباط جامعه ایران و جامعه یهود است از 2480 سال پیش به این طرف، و این مودت و این دوستی و این ریشه توانای مهر و فروتنی دو ملت، دو خواهر دوقلوی خاورمیانه دست در دست هم، اینها آرزومند هستند که چهره خشن ابوش و ترور و تروریست پرور خاورمیانه در آینده هرچه نزدیکتر بتوانند دگرگون بکنند و مهر و دوستی و فروتنی و سازش و همزیستی رو جای تنش و دشمنی و بدخواهی بنشانند. این خواسته این مردمان خدا دوست، روشنبین، فردانگر، آینده بین هست و امیدوار هستند همه، و من هم به عنوان یک سرباز ساده در این میدان دوستار اسرائیل و دوستار این یاران، احترام به هر دو سو،
با احترام به هر دوشه امیدوار هستم که بتوانیم کاری شایسته مردم با فرهنگ ایران و اسرائیل در آینده نزدیک انجام بدیم. به هر دو دیدارهایی داشتیم از Jerusalem House of Redemption در اورشلیم و چند پایگاه دیگه با گروهی از دوستان غیر ایرانی آشنا شدیم. جناب کشیش یان ویلیام فان در هوفن، بنیانگذار جنبش جهانی، بنیانگذار اینترنشنال کریستین امبسی، سفارت مسیحیان جهان در اورشلیم و بنیانگذار همچنین سازمان جهانی مسیحیان سیونیست در جهان و همچنین با گروه بزرگی از ایرانیان در جشن بزرگ پوریم با هم بودیم، همشانه بودیم، هم دست و هم پا شدیم، شادی کردیم. جشن بسیار فرخنده‌ای بود. و شب دیگری با هیئت مدیره یا بخشی از هیئت مدیره کانون ایرانی تباران اسرائیل بودیم که 300 هزار تن ایرانی یهودی اسرائیل رو رهبری میکنن. آقای سیون خسید رهبر این سازمان و گروهی از دستیارانشون همچنین آقای یوسی سیمان رهبر جامعه ایرانی تباران اورشلیم در این مجلس بودن، سخنرانی گفتن مبنی بر دوستی، مودت و همکاری‌های خوب و آینده جامعه‌های ایرانی در میان یهودیان و مسیحیان و چگونه این دو جامعه میتونن دست در دست هم همکاری‌های برای آینده داشته باشن و از این خرد پاش‌های نه چندان خوشایندی که در روند 40 ساله این پروپاگاند زشتی که آقای احمدی نژاد و همدستانش در روند 40 ساله در ایران گستردن در جهان متاسفانه مایه بدنامی شهروند ایرانی شدن، چگونه این جوانان و این دوستان راستین اسرائیل میتوانند دست در دست هم بتوانند از این ضریب بد و از این بدنامی بکاهند و فردایی بسازند شایسته هر دو ملت ایران و اسرائیل. نیازی به سخن نیست که جشن پوریم یک جشن بسیار شکوهمند هست، جشن فرزانگان ملت‌های ایران و یهود، همونجوری که عرض کردم پیشینش به 2480 سال پیش برمیگرده، دربار شاهنشاه خشایار هخامنشی که پیرو فراخانی که از 127 کشور که همه کشورهای زیر حوزه ایران باستان بودند دعوت کرده بود بیان برای گزینش ساتراپ بزرگ. 127 شاه اومده بودند، هر 7 سال یک بار شاه شاهان رو انتخاب میکردند و در این جشن شاهنشاه خشایار از همسرش وشتی میخواد بیاد هنرنمایی بکنه برای میهمانان، اختلافشون میشه، وشتی نمیپسنده این پیشنهاد شاه رو و این اختلاف باعث میشه که ایشون از دربار رانده بشن و دستگاه دربار شاهنشاه خشایار دنبال یک همسر مناسب میگشته برای شاه که استر یهودی رو پیدا میکنن و داییش مردخای به دربار راه پیدا میکنن. به سنت اون روز همه میبایستی در برابر نخست وزیر یا صدراعظم که اون زمان آقای ماهانامی بوده که از پدر بزرگای آقای صدام حسین باید بوده باشه، همه میبایستی در برابر ایشون دلا میشدن، همه دلا میشن تعظیم میکنن مگر مردخای یهودی که میگه ما فقط در برابر خداوند تعظیم میکنیم، در برابر هیچ انسانی سر فرود نمیاریم و دستی رو نمیبوسیم. این غرور این شهروند ارزنده ایرانی یهودی که پشتش به دوید ملخ شاهنشاه داوید پیامبر یهود باز میگرده، خشم نخست وزیر وقت خشایار ماهان رو برمی انگیزه و این خشم تا اونجا پیش میره که شاه رو ترغیب میکنه، فریب میده با نیرنگی که یهودیان مالیات بایسته پرداخت نمی کنن، دستوری از شاه بگیره برای کشتار یهودیان ایران برابر است با یهودیان جهان. چرا؟ اسرائیل در اون وقت بخشی از حوزه جغرافیایی ایرانه، 127 کشور زیر فرمانه، یعنی یهودیان جهان رو آقای ماهان میخواد کشتار بکنه به دستور شاه و یک دار 25 متری هم برای مردخای بلند میکنه و وقتی که میاد داستان رو به زرش همسرش میگه، همسرش میگه که اشتباه کردی تو با جامعه یهود که فرزندان خداوند یکتا هستن نباید بجنگی، هر که با یهود در افتاد ور افتاد.
بنابراین استر در اینجا وارد داستان میشه و از شاهنشاه کوروش، شاهنشاه خشایار میخواد این مسئله رو برطرف بکنه، از کشتار تبار یهودیان پیشگیری بکنه، چرا که خودش یک یهودی است و اگر قرار بشه یهودیان کشتار بشن نخست ملکه ایران کشته خواهد شد. و میگه که این آقای ماهان از دایی من مردخای خوشش نمیاد و چنین و چنان. شاه از اونجا که دستورش سواناپذیر هست نسبت به قوانین دگرگونی ناپذیر هست به استناد قوانین روز دربار شاهنشاهی هخامنشی در اون دوران، دستور میده، نامه دیگری میده، بخشنامه دیگری میده که یهودیان حق دارن از خودشون دفاع بکنن در برابر احتمالاً تجاوزی که دستجات حکومتی به اونها خواهند کرد و باعث میشه که شمار کشتار بیاد پایین و اصولاً این حراسی که به وجود میاد کشتار کمتر بشه و یهودیان نجات پیدا بکنن. جان سخن اینه. البته خب نکات نچندان زیبایی در این پدیده در این داستان هست، ولی جان سخن این که یهودیان از یک کشتار فراگیر نجات پیدا میکنن و استر میشه عامل نجات تبار یهود و اون مردخایی که پدر بزرگ آقای صدام حسین میتونسته باشه به لحاظ تفکر یهود ستیزی که داشته از همون داری آویخته میشه به دستور شاه که برای مردخای یهودی آراسته بود. این چکیده ایش که از دفتر 11 سخن سخنها کتاب کتابهای آفرینش تنخ تورات نبیین کتوبین داریم در عهد قدیم یا تورات که نام خداوند در این کتاب آورده نشده ولی حکمت خداوند و حضور خداوند به روشنی آشکار است. این داستانی است که روایتی است یا رخدادی است یا رویدادی است که مورد پسند جامعه ایران و یهود و مسیحیان دنیا هست و همه به اون احترام دارن و این گروه کوچک یهودی اومده بودن این روز رو پا به پای همسنگران خوب یهودی خودشون در اسرائیل به پا بکنن و خداوند رو هزار سپاس که با روی گشاده رفتن و با خاطرات خوب تا اینکه در یک آینده نزدیک یارانشون دوباره برای زیارت اسرائیل خداوند دوباره به این سرزمین. به هر حال وقتی شما نگاه میکنین این 4 دهه رو از دوره‌ای که نظام اسلامی روی کار اومده، برعکس آنچه که گفته میشه ما میشنویم، آنچه که پیوند دو ملت بوده که 2500 ساله رو اینا سعی بر این دارن چه از نظر انکار هولوکاست، چه از نظر به هر حال تکیه روی پوریم و اینی که چگونه 75 هزار تا ایرانی لطمه خوردن و کشته شدن در این دفاعی که یهودیان از خودشون داشتن، اینو به چگونه ما میتونیم بررسی بکنیم و توجیه بکنیم و اینی که به هممیهنان خودمون از نظر روشننگری تبیین بکنیم. من در بیشتر از 80 تا 85 مقاله در زمینه‌های گوناگون تلاش کردم در چارچوب یک پژوهش دانشگاهی یا در چارچوب یک نوشتار رسانه‌ای، البته دو مقوله جدا از هم هستند چون چارچوب پژوهشی و چارچوب رسانه‌ای همسان و هموزن و همتراز نیستن، ولی به هر روی در هر دو مقوله کار کردم، تألیفاتی دارم و نوشته هایی دارم که در رسانه های پارسی زبان دنیا و احتمالاً دیگر زبان ها منتشر شده. امیدوار هستیم که روزی این فرصت پیش بیاد که بخشی از این نوشته ها رو با شما و بینندگان و خوانندگان و شنوندگان ارجمند پایگاه فرهنگی شما در میون بذارم. در اونجا من گفتم که جامعه متمدن ایرانی پیش از یورش تازی به ایران در سال 638 میلادی از اون والایی برخوردار بود، از اون حداقل تفکر دموکراتیک که امروز بهش دموکراسی میگیم برخوردار بود که در ایران زیر فرمان کیش زیبای اشوزرتشت اسفندمان ما بزرگترین یشیوت‌های دنیا رو داشتیم. یشیوه‌های پومبتیتا و تسورا و دیگر یشیوه‌ها که هر کدوم بالای 10,000 تا دانشجوی جوان یهودی درش یهودیت رو می‌آموختن، چه تورات، چه تلمود، چه میشنا، چه میدرشین، چه دیگر
منابع قانونمندی یهود و کیشمداری یهود، امروز در نیویورک که ما 7 میلیون یهودی داریم و قطب یهودیت در بیرون از اسرائیل هستن، ما چنین یشیوت‌هایی نداریم که 1400 سال پیش، پیش از 1400 سال پیش در ایران زمین داشتیم. یا مسیحیت در اون زمان به چه صورت آزاد بود و جامعه متفکر، اندیشمند و آزاده زرتشتی چه امکانی میدادن به دیگر اندیشان، چه یهودی، چه مسیحی، چه پیروان دیگر کیشا و دیگر آیین‌ها، میرفتن، میومدن و زندگی میکردن، کلیسا و نیایشگاه های خودشون رو داشتن و کسی مزاحمشون نمیشد، آزاد بودن. ولی وقتی که ایران زمین زیر یورش تازی فرهنگ پدری خودش رو از دست میده و اون داده های زیبای نیاکانی مزمحل میشه، از بین میره و زیر پای بیگانه له میشه، شهروند ایرانی دچار یک سیندروم زشتی میشه که اون سیندروم استکهلم رو قبلا در موردش گفتگو کردم و چکیده سخن این است که چگونه یک آدم مزدور متجاوز خودش میشه، شیفته متجاوز خودش میشه. یعنی ایرانی دچار سیندروم استکهلم میشه بعد از یورش تازی و شیفته یک کیش یاغی میشه که به او یورش آورده، پدر و مادرش رو کشته و نیمه جانها رو به کنیزی و بردگی برده به عربستان. این روان بیماری باعث میشه که شخصیت آدم ایرانی دگرگون بشه و از بالای بام فرهنگ جهان که بزرگترین کتابخانه های دنیا رو داشته، بزرگترین پژوهشگاه های دنیا رو داشته، بزرگترین اندیشکده های تاریخ اون زمان رو به عبارت بسیار روشن داشته، کتاب بخشی از فرهنگ روزمدار شهروند ایرانی بوده، خواندن، نوشتن، پرسیدن، گفتن، پاسخ دادن و اندیشیدن و میوه های گوارای اندیشیدن بخشی از زندگی روزانه شهروند ایرانیه، آزاده و آزاد اندیش بوده. بزرگان تاریخ، پدر تاریخ جهان، هرودوت یونانی، گزنفون، سیسرون، پلوتارک و یا کوتاویل یا بسیاری دیگر از سران جهان در دنیای باستان یا از معاصرین مثل برنارد لوئیز یا پتروشوفسکی یا لوی ماسینیون کاتانی یا هنری کوربن و بسیاری دیگر در این زمینه فراوان نوشتن که شهروند ایرانی در چگونه بر بام جهان بود و چگونه پس از یورش تازی به زیر افتاد و در روند 40 ساله سوء شهرت در جهان پیدا کرد و تبدیل شد به یک تروریست و پیشانیش ننگین شد به این انگ. بنابراین شهروند ایرانی دچار یک نوع بیماری درونی، یک نوع روانپریشی شد که این روانپریشی باعث شد که از خانواده خودش که یهودیت و مسیحیت و زرتشتیت بود آرام آرام جدا بشه و دشمن زشت پلشت ایرانی سوز، ایرانی ستیز، کیش ایرانی رو، کیش زرتشتی رو و کیش پا به پا یهودیت و مسیحیت رو شهروند درجه دوم در کشور خودش خوان و کیش متجاوز زشت بیگانه رو در کشور اکثریت خوان. این بازی در 40 سال گذشته جناب را عوض شده. در 40 سال گذشته شهروند ایرانی برای نخستین بار این شانس رو پیدا کرده، این بخت از آسمان به او رو آورده یا از چارچوب‌های جامعه شناسی، هر چه که تعبیر بکنید آزاد هست، رو آورده که کیش بیگانه رو بتونه بندازه بیرون از کشورش یا از چارچوب فکریش. شمار بزرگی از جوانان ایرانی شعارهاشون رو در همین از هفت دی به این طرف وقتی که نگاه میکنیم بغل مسجد گوهرشاد مشهد میگن رضا شاه روحت شاد. چرا؟ به خاطر اینکه رضا شاه بود که لچک لعنتی اسلام رو از سر زن برداشت و گفت که زن آزاد است. و آریامهر هم با داستان اون 17 دی رو رضا شاه به وجود آورد و انتخابات آزاد یا زن رو به عنوان یک شهروند ایرانی اونجوری که اسلام گفته بود نصف ارث پدر رو میبره، نصف برادرش ارث میبره، در دادگاه رأیش نصف مرد حساب میشه، شهروند اصولاً به عنوان یک انسان تلقی نمیشه، کارخانه جوجه کشیه، نمیدونم مکافات ها و زشتی هایی که این کیش بیابانی علیه زن ایرانی داشته، اینها رو پهلوی ها تلاش کردن بزداین و یک امکان تازهی به شهروند ای به زن ایرانی ببخشن که باز
دیو و دد آمدن و در 40 سال گذشته دیدیم که چگونه لچک به سر کردن، چگونه سیاپوشش کردن، چگونه قوانین بیابانی حد و رجم و نمیدونم قصاص و نمیدونم دیه و تعذیر و این خزعبلات و این لاطائلات سده هفتم عربستان رو سوار دوش ایرانی کردن. ولی خب از هفته دی همین یک ماه و نیم گذشته جوانان ایران برخواستن، شیرزنان ایرانی، دختران خیابان انقلاب ایران برخواستن، لچک های لعنتی رو درآوردن سر چوب میکنن که به امامان شیعه بگن خیلی خیلی از مرحله پرتید، مختون تاب برداشته، میبایستی برگردید به گورهای 1400 سال پیش، جای شما در هزاره سوم و در میانه سده 21 نیست. این تفکر جناب را باعث میشه که آدم متفکر ایرانی چه در چارچوب زرتشتی، یهودی، مسیحی، بهایی یا هر کیش دیگری یا هر دگراندیشه بینی دیگری و میلیون ها شهروند شیعه مثل خود من و بسیاری دیگر به این حقیقت یک چنین اتفاقی که در داخل ایران در روند 40 سال افتاده مردم را آماده یک دگرگونی بنیادین کرده که میلیون ها ایرانی شیعه قدیم به دیگر گرایش های دینی پیوستن و فردای ایران آبستن یک دگر شد های براستی سازنده خواهد. به هر حال اون فرهنگی که از طریق انقلاب فرهنگی ما صحبتش داشتیم درباره ابراهیم یزدی، همینطور دکتر سروش و اون انقلاب فرهنگی که ایجاد کرده بودن، تا چند اندازه موفق بوده؟ آیا علوم انسانی، علوم اجتماعی اسلامی ما میتونیم نامش رو ببریم؟ بانکداری اسلامی میتونیم صحبتش رو بکنیم؟ یعنی که سعی بر اسلامیزه کردن اون جامعه از نظر ایدئولوژیک آیا موفق بوده؟ یا اینکه مرگ بر اسرائیل تبدیل شد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، دوستی و مهر و محبتی از بین این دو ملت؟ ببینید جناب رابرحیمی، در روند 1400 ساله شهروند متفکر اندیشمند ایرانی تلاش کرده این یورش زشتی که اهریمن درش یک نقش اساسی داشته، یا نمیدونم هر بخت بدی دیگری، هر سیاه بختی، هر سرنوشت زشتی که به ایرانی حاکم شده، حالا یا خودش گناهکار بوده یا گناهکار نبوده که همه ناشی میشه از اون ناجای مزدکی، اون یک فاکتور بسیار بسیار مخرب بوده در این سرنوشت بد ایرانی و بسیاری دیگر گرفتاری ها و 4 ساله ناتوانی پایان دوران ساسانی و بسیاری گرفتاری های اجتماعی در اون زمان که نمیشه اونا رو نادیده گرفت، همه اینها باعث شدن که دیو از آن سوی مرزهای ایران زمین وارد ایران بشه. بنابراین این دگرگونی ها در 1400 سال مخالفین فراوانی داشته، ولی دهانها رو همه رو با خاک پر کردن، سرها رو به خاک انداختن که کسی مخالفت نکنه. این شیوه ترور و تروریسم 1400 سال در ایران قربانی گرفته تا همه رو تسلیم بکنه و مردم ایران باور کردن به راستی این لعنت دین هست. ولی این روند 40 ساله این بازی رو به هم زده. در 20 سال اول یک عده باور میکردن که این واقعا این دین زشتیست و فلان و فلان و فلان، ولی ناجوان مردانی چون سروش و یزدی و سازگارا و دیگر دینبازان، نوری زاده و نمیدم اینهایی که هنوز داعیه روشن فکری دارن ولی هنوز به این بیگان کیشی و بیگان ستایی چسبیدن ول نمی کنن، اینها خائن ترین ها هستن که در دادگاه های آینده محاکمه خواهند شد. چرا؟ در این دوره 40 ساله ما 2 دوره داریم. نخست این که مردم ارزش زشت این کیش بیگانه در ایران رو فهمیدن که چه ضد ارزشی هست. دوره دوم 20 ساله اونهایی هستن که میگن که نه، اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی چیز دیگری است. بنابراین این دسته دوم دروغگوتر از دسته اول هستن، به خاطر اینکه این شرایط بد، یعنی اینکه این اسلام واقعی نیست، اسلام واقعی چیز دیگری است، کلاه گشادتری سر
فرزندان فردای ایران زمین میخواد بذاره و این لعنت 1400 ساله رو در روند 40 ساله میخواد محکمش بکنه. چرا؟ چون داره میبینه شمار بزرگی از بیداران ایرانی این لعنت رو قی کردن، آوردن بالا، سیفان رو کشیدن گذاشتن رو توالت. بنابراین اون چی که حقیقت هست این است که جامعه ایرانی از این پدیده زشت بریده. حالا یک عده میگن آقا همچین نیست، یه عده هنوز مسلمان هم به دین احترام نباید. نه آقا، این دین نیست، به دین مردم باید احترام گذاشت، تردید نیست، میبایستی فروتن بود، ولی شهروند ایرانی در دنیا بی نظیره. چرا؟ بالاتر از این حدودها بوده، ولی این لعنت او را آورده به پایین تر از حد معمول کشونده. در نتیجه شهروند بیدار ایرانی میخواد انگیزه ی فروریزیشو بذاره کنار و یک آدم آزاد متمدن بشه با مردم متمدن دنیا. چرا حاضر نیست این زشت رو بپذیره، این پدیده زشت رو به نام دین؟ چرا؟ دین رو اخلاق میدونه، دین رو پاکی و پاکیزگی و درستکاری و جوانمردی و فروتنی میدونه، دین رو نماد اخلاق و پیوند خداوند در آسمان و انسان در زمین میبینه. چیزی که در این پدیده آدمخوار، دیکتاتور و زشت پرور دروغوی حقباز اصلا جایی از خدای راستین پدر آسمانی وجود نداره. آقای خمینی هزار کثافت کاری تو پاریس کرده، سر مردم رو گول زده، اومده خانم اورگان فالاچی بهش میگه آقا شما تو نفرشاتو یه چیزای دیگه گفتی، امروز یه کارهای دیگه داری میکنی. میگه خدعا کردم. ای بابا، خدعا کردم تقیه بخشی از تفکر شیعه است. تقیه یعنی چی؟ یعنی دروغگویی. تقلید بخشی از تفکر این اندیشه است. یعنی چی؟ یعنی آدم میمونه، یک مجتهد باید یه عملی بکنه، بقیه باید از او تقلید بکنن. این اندیشه برادر من به درد هزاره سوم شهروند متمدن ایرانی نمیخوره. به این دلیل این رو بالا آورده، میخواد یک شهروند آزاده باشه. اگر دنبال دین هست، یه دین درست رو انتخاب بکنه. اگر هم بالا یه دین نیست، حداقل آزاده باشه، حداقل درست زندگی بکنه، حداقل با مردم دنیا ارتباط سالم داشته باشه، بتونه داد و ستد بکنه، بتونه آزاد بیاندیشه زیر این تهجر و تحکم و این تقید زشت اهریمنی نباشه، بتونه انتقاد بکنه، بتونه حرفشو بزنه و بتونه ارتباط با مردم متمدن دنیا برقرار کنه. متاسفانه شیعه این اختیار رو به شهروند خودش نمیده. سوالی که مطرح میشه، آیا فقط این رو در شیعه ما یافت میکنیم یا اینکه در بین اسلامگرایان و همینطور در سنی ها هم این بر حال آنچه که اسلام از روی تسلیم گفته میشه و نه از روی پیس اند لاو؟ طبیعی است که ما وقتی که کتابی که اینها میگن آسمانیست، ولی من به نام یک اندیشمند پارسی زبان او را تازینامه میخوانم، این واژه‌ای که از اون بزرگمرد فرود فولادوند باب شد در میان همیهنان ما، همیهنان پارسی زبان ما، اگر زنده است خدا پشت پناهش، اگر هم رفته روان شاد با، او خیلی چیزها به مردم ایران یاد داد، یکی از اونها این واژه است و گفت که چرا این تازینامه به کار شهروند ایرانی نمیخوره و در 1400 سال گذشته جز بدآموزی چیز دیگری نداشته. تقوای شهروند ایرانی رو به زیر پا گذاشته. هنر، زیبایی، آزادگی، سازندگی، تفکر و همه خوبی های ایرانی رو از پندار و گفتار و کردار نیک تا مهر مسیحای خداوند، هرچی که هست، همه رو زیر پا گذاشته، از بین برده. بنابراین فرض کنیم در میان کسانی که تابع این کتاب هستن تازینامه، فرض کنیم 1,300,400,000,000 آدم این رو باور دارن. به شهروند ایرانی، شهروند متمدن ایرانی نیامده، به کیش، به باور 1,300,400,000,000 مردم دنیا توهین بکنه. بده مال خوبشون، خوبه خوش خودشون باشه، ولی یک شهروند متمدن ایرانی حق داره به دینی که به او بد کرده بگه آقا من تو رو نمیخوام، و به دینی که ببخشید از هر سیاستمدار ناپاکی ناپاک در رفتار کرده
بگی آقا تو یک جریانی، تو یک حزب سیاسی هستی و من به عنوان یک مرد و یک زن آزاد در دنیای امروز دیگه نمیخوام از تو تبعیت بکنم. چرا؟ چون این جریان رو پدران ما ساختن، تشیع رو. امروز ما فرزندان اون پدران باید آزاد باشیم از یک حزب سیاسی که واژه دین رو به غنیمت گرفته از یک مشت یارشگر و به پدران ما، به نسل‌های آینده حکومت کرده، بگیم آقا ما دیگه نمیخواییم با تو رابطه‌ای داشته باشیم، ما میخواییم در انتخاب دین آزاد باشیم. این کیش بیگانه در ایران گفته شما حق گزینش دین دیگه ندارید، هر کسی این کارو بکنه کافره. ما میخواییم بگیم پدر سوخته کافر خودت هستی، خیلی بیرو در بایستی. ما میخواییم بگیم کافر کسیست که به مردم بد میکنه، دیندار کسیست که به مردم خدمت میکنه. تو یه شیعه کدوم خدمت رو به جامعه ایرانی کردی؟ کدوم قدم رو به سود ملت ایران برداشتی؟ جز این که زور گفتی، تجاوز کردی، زن و بچه مردم رو فلان کردی، دزدی کردی، حق بازی کردی؟ سوالی که مطرح میشه دکتر دارا برای اینه که ما چگونه میتونیم اون زور و زر و تزویر و زن ستیزی رو با یک انقلاب فرهنگی تبدیلش بکنیم، مهر و دوستی و الفت و اینه که دیگران رو بدون هیچ انگیزه ای دوست داشتن، همینطور که در یهودیت گفته شده احوت خینام. آمین. ببینید اون چه که در 40 سال گذشته در ایران روی داده، علی‌رغم خسارات فراوانی که برای ملت ایران داشته، چه در بعد فیزیکی، اقتصادی، تاریخی و چه در بعد روحانی، فرهنگی، آموزشی، چه در چارچوب مرزهای درون ایران، چه در برون مرزهای ایران، منظورم شهروند ایرانی هست، جایگاه شهروند ایرانی در ایران و جهان، دگرگونی های حاصله از این روند 40 ساله به صور مختلف ملموس هست، قابل رؤیت هست و قابل ارزیابی. میلیون ها شهروند ایرانی خداوند رو در مسیح دیدن. گرایش شمار بزرگی از اینان و غیر از اونهایی که با مسیحیت آشنا شدن و خداوند رو در مسیح یافتن، شمار بزرگی از تیپ انتلیکتوال و آزادی خواه ایرانی با فرهنگ اسرائیل و حضور اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی خاورمیانه، تنها سازنده تکنولوژی خاورمیانه، تنها آدمهایی که صلاحیت دارن در چارچوب ارتباطات اجتماعی با جامعه ایرانی با اون ایدئالیسم نوگرا ارتباط نزدیکتر داشته باشن نسبت به دیگر شهروندان خاورمیانه، البته ارمنستان و ترکیه رو خب یه سری استثناءات درش هست، و گرایش توده های فراوانی از ایران به کیش پدران خودشان، کیش زیبای اشوزرتشت اسفندمن که پندار و گفتار و کردار نیک رو آموزش میده و پاکی، فرخندگی، خجستگی و دوری از زشتی، ناپاکی و دروغگویی و هرزگی های گوناگونی که ما در کیش بیگانه فراوان پیدا می کنیم، زرتشتیت از اون بیزاره، و روند 180 ساله ای که بهائیت اومده یک نوگرایی در جامعه ایران به وجود بیاره، علی‌رغم گرفتاری هایی که خودش رو در اون آمپاس قرار داده، منهای اون گرفتاری ها، ولی نوگرایی های فراوانی آورده، مبدتی خواسته در میان باورمندان راستین به خدای راستین به وجود بیاره، ولی اونجایی گیر میکنه که کیش تازی رو هم در این کاتگوری قرار میده و اونجا شوربختانه انتقاد ما ازش شروع میشه و امیدوار هستیم که نسل نو بتوانه این انتقاد رو بپذیره، کما اینکه پذیرفته، و کم نیستن بهائیانی که میگن آقا ما مسلمان نیستیم، در حالی که وقتی که تئولوژیشو باز میکنی یه جوری بدهکار کیش تازی میشه. ولی نسل نو داره این نوگرایی رو، داره این اصلاح رو درون خودش میکنه. به هر روی جان سخنی که شمار بزرگی از شهروندان ایرانی از کیش بیگانه بریدن و از مختصاتی که این چارچوب زشت رو پدید آورده هم بریدن
و گرایش پیدا کردن در یک چارچوب دینی دیگری هرچه که هست و در یک چارچوب اجتماعی و فرهنگی با خواستهای دیگری. یعنی شیوه قانون مداری در ایران فردا، شیوه قانون نگاری در ایران فردا، شیوه اداره امور جامعه در ایران فردا شیوه خواهد بود مردمگرا، توده‌گرا، کشتتگرا بر اساس تفکر دموکراتیک با رعایت حقوق اقلیت، با این حقیقت که بدی رو بد بنامند بدون رو در بایستی، خوبی رو ستایش بکنند با طیب خاطر. بنابراین رسانه های آزاد خواهند بود که سخنگوی این مردم آزاده خواهند بود و نمایندگان اونها در یک انتخابات آزاد خواهد بود که در پارلمان و شیوه حکومتی آینده که هرچی که باشه اونها رو نمایندگی خواهند کرد و اداره امور کشور رو در چارچوب اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، صنعتی، فنی عهده‌دار خواهند بود. بنابراین شهروند ایرانی امروز آبستن یک دگرگونی بنیادین هست که برای نخستین بار یک کشور اسلامی از انگ 1400 ساله خودش رو نجات بده و از این گندا با سرفرازی بیاد بیرون، بدون خونریزی، بدون کشتار، بدون هر گونه خشم و رشک و کین و همه نکته های بدی که در 1400 سال گذشته از بیگانه آموخته. آروم آروم با این گرایش ها به دیگر دین ها، با تفکر پردینی، با نگاه دموکراتیک، با شیوه اندیشه پلورالیسم، با همه‌گرایی و با احترام به دیگری و با خضوع و خشوع و فروتنی که در برابر دیگری آرام آرام پیدا کرده و فهمیده که در یک چنین شیوه زندگی اجتماعی بالنده تر، چارنده تر، سازنده تر خواهد بود، این شهروند آبستن دگرگونی های فردا با یک چنین تفکری به باور من به عنوان یک شهروند دلسوز ایرانی چنین خواهد بود که فردای بهتری در چشم راه خواهد. با تشکر از دکتر رانا، حقوق‌دان بین المللی، برنامه ما به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، من آبیحی رحیمی از دانشکده پارسیود شما رو به خدای متعال میسپارم. به امید دیدار. با سپاس از شما جناب رام و سپاس از شما بینندگان و شنوندگانی که سخن من رو شنیدید و سپاس از شما که این فرصت رو به من دادید که با شما مردم خوب ایران و خوبان جهان درد دلی باشید.